سلام خدمت دوستان عزیز با ادامه مبحث آموزش جاوا اسکریپت در خدمتتون هستم حالا بریم داخل جاوا اسکریپتمون یه چند تا متغیر من براتون تعریف بکنم با هم دیگه ببینیم خب میزنم مثلا قانون اول چی بود لیت متغ... اسم متغیرم یو باید با حرف شروع بشه مثلا مثل نیم یا میتونه مثلا میگم با عدد اه با حرف شروع بشه یا با دلار شروع بشه به این شکل مثلا یا با اندرسکور مثلا میتونم بزنم اندرسکور نیم مساوی مثلا حامد الان اینو میتونم اینجا کنسول لاگ بگم کنسول دات لاگ مثلا اندرسکور نیم اینو کار میکنم اینو بیرون بالاتر اچاب کنسول یه رفرش نیا کنید چاپ کرد پس این اولی میتونه شامل عدد باشه حرف باشه آندرسکور باشه دالر سال باشه باید با دالر ساین و آندر و حرف شروع حالا بیم یاده متعدد درست کنیم با عدد شروع شدیم چی میشه مثلا میزنم یک دو یک دو نه دقت بکنید خود وی اس کود زیرش یه دونه چی کشیده بچه ها خط قرمز کشیده. ببینیم اجرا میشه بچه ارور کنید invalid or unexpected توکن یه چیز اینجا ایراد داره میگه اون چی ایراد داره ای که متعریف شما با عدد شروع شده اینو بکنم under, underscore درست میشه یا بکنم dollar sign درست میشه نیا کنید آها اینجا بکنم درست. درست پس با عدد نواز شروع شده. کیبورد نواز بشه مثلا شما نمیتونیم بزنید لیت مثلا مپمپ جزی از کلمات کلیدی کیبو... در حقیقت جاوا اسکریپته الان قاعدتا نباید اجرا ش اجرا میشه اجرا شد بزاد مثلا بزنم مپ بزرگ بدم اجرا شد جالب مپ جز کلمات کلیدیه لت بزنیم ببینیم لت میشه نه، اجازه نداد مب اجازه, اجازه داد، من کلمات کلیدی ولی اجازه داد لیت جزء کلمات کلیدی شما نمی‌جوید ازش استفاده بکنید فکر کنم کانست هم باید قاعدت هم باشه چون کانست هم یه جلسه بعدی یا این جلسه شاید راجع به صحبت کنیم کانست هم نمی‌شه اوکی؟ خیلی خوب پس جزء کلمات کلیدی هم نباید باشه مورد بعد اینکه که اینو گفتیم که سنسیتیو یعنی شما name اینجا برسید نیم اینجا س برسید با ن بزرگ کار نمیکنه ارور میده چون حرف بزرگش اینجا بزرگه اینجا کوچیکه پس نسبت به حروف بزرگی و کوچیکی حساسه مورد دومی که شما تو نوشتن متغیراتون یا به این صورت عمل کنید یعنی صورت یعنی کلمه اول یعنی کلمه اولو کوچیک بنویسید حرف اولشو کلمه دومو حرف اولشو بزرگ بنویسید یا به صورت اندرسکور یا مثلا فول نیم رو میخواستی بریمسی اینجور هم فول نیم پس یا کمل کیس یا با اندرسکور بهتره که اینجوری باشه اوکی این قوانه که حاکم بر نامگذاری متقیرها در جاوز خب موضوع بعدی که میخوام به صحبت کنیم بچه ها سه تا کلمه است به نام وار، لیت و کانست میخوام این اینها با هم چه فرقی دارن خب من یه دونه اینجا بعد از این یه دونه ایچیک دوره باز کنم بنویسم const let undo میخوام راجع به این صحبت کنم بچه میخوام راجع به این صحبت کنیم خب یه خط هم بکشم میخوام راجع به سه تا صحبت کنیم ببینیم سه تا چه فرقی با هم دارن خب من یه چیزی بنویسم اینجا کدی بنویسم بچه‌ها نه بیم تو جاوا اسکریپت اون بچه‌ها اینجا نه یه این کد بنویسم بنویسم مثلا var value مساوی با مثلا sum value همینو یه متغیر دیگه تعریف کنیم نه همونه مثلا هامت یه متغیر با کانس تعریف کنم میخوام ببینم فرق اینا چی هستن کانس لاست نیم کنیم لاست کمری کس می لست لاست نیم مساویس با مثلا احمدی حالا میزنیم کنسول دات لاک ولیو console.log name console.log last name اوکی okay. من صفحه کنسول میذارم بیرون بالا ببینید اینجا خیلی خوب یه رفرش میکنم الان هر ستا رو داریم میبینیم سام ولی اوکی okay. توی نسخه های قدیمی جاوا اسکریپت منظورم قبل از نسخه ES6 حالا ES6 هم میتونیم ES 2050 یا داخل ES6 قبل از این نسخه و ما فقط یه جور متغیر داشتیم داخل جاوا اسکریپت به نام وار یعنی ما قبل از این فقط وار داشتیم بعد از این نسخه لت و const هم بهش اضافه شد اما خواهیم خب اینا چه فرقی با هم دارن اما قبل از اینکه بریم به لت و const بپردازیم بچه ها اول من توضیحات این رو میدم بعد بینیم مثال بالا رو میبینیم اول بینیم مثلا بینیم خود وار چیه یعنی خود وار چه خاصیت هایی داره که در دا حقیقت باید شد که ما بریم سراغ لت و const اول نکته در حالت وار وجود داره بچه ها بحث اسکوپشه اسکوپ یعنی چی بچه یعنی اینکه کجا میتونید از وار... اگه وارد یه تعریف بکنیم کجاها دسترسی بهش داریم بیام مثال بزنم تو مثال بهتون بگم از که مثلا وار مثلا اینو هم پاک کنم یه تیکه رو بنویسم وار مثلا اه... ایتر مثلا مسایس با هلو Hello... دیر Dear... مثلا بعد یه فانکشن هم تعریف کنم function new function بعد داخلش وار وار تعریف کنم اسمش رو بذارم hello مثلا مقدارش هم بذارم مثلا های اوکی الان این واری که به صورت گلوبالی تعریف شده یعنی خارج از فانکشن تعریف شده شما همه جا داخل هر فانکشنی که بعد از این تعریف بشه میتونید از گریتر استفاده بکنید یعنی من میام اینجا یه فانکشن جدید تعریف بکنم به اسم مثلا نیو فان... فانکشن مثلا دو مجاز هستم که از گریتر داخلش استفاده بکنم یعنی میتونم اینجا مثلا بنویسم چی بعد کنسول دات لاگ مثلا چی گریتر هیچ ایرادی نداره چون به صورت گلوبالی تعریف شده اما اگه یه متغیر واری داخل یه فانکشنی تعریف بشه فقط داخل اون فانکشن قابل استفاده است یعنی من اینجا مجاز نیستم بنویسم هلو این ارور میده چرا چون داخل این تعریف من یه تیکه بالا رو بردارم فعلا اینو بیارم بالا الان اینو ران کنیم بچا هیچ بر من نمیاره چرا چون هلو اصلا اینجا تعریف نشده هلو این بی اینجا تعریف شده اما اگه اینو هلو رو بکنم گریتر یه رفرش بکنم درست نوشتم اسمش شو بچه ها آه فانکشن نوشتم خب فانکشن رو فراخونی نکردم نیو فانکشن نیو فانکشن اوکی حالا یه رفرش بکنم هلو دیه رو بر من میاره چرا چون گریتر دقیقا بیرون اومد بیرون متغیر بیرون فانکشن اومده به صورت گلوبالی تعریف شده اما اگه اینجا بنویسم هلو دنیا کنید اتشا ارور میده میگه هلو is not defined تعریف نشده هلو برای من چرا چون هلو داخل فانکشن بالایی تعریف شده چون داخل فانکشن تعریف شده شما بیرون از فانکشن دیگه حق استفاده ازش رو نداری شاید اینجا شما هم نمیتونید اینجا بنویسید مثلا اینو اگه من حتی از فانکشن هم بیارم بیرون اینجا هم بذارم باز اجرا نمیشه هیچ فرق نمیکنه چرا چون باز اینجا هم تعریف نشده اوکی پس این اولین نکته ای که در رابطه با وار وجود داره شما نمیتونید دقیقاً از وار اگه داخل فانکشن تعریفش کردید بیرون استفاده کنید بس اسکوپشه نکته بعدی که در رابطه با وار وجود داره بچا شما میتونید مقدارش رو عوض کنید مثلا میگم من اینو یه ترک کنم اینجا رو خب اصلا اینجا هم گیریتر رو میروسن. خب شما میتونید اینو عوضش کنید مثلا اینجا بالا بوده هلو دیر مثلا رو رفرش کنم میزنه هلو دیر آه کنسول لاک نگرفته کنسول دات لاک گریتر خب میتونم بیام خط پایینیش بنویسم چی بنویسم گریتر مساوی مثلا هامت دوباره کنسول لاک میگیرم افش میکنم اول هلودیر بود بعد شد هامت هیچ اشکالی نداره شما میتونید متغیر وار رو تعریف عوضش بکنید اصلا دوباره تعریفش بکنید آپدیتش کنید هیچ اشکالی نداره اما نکته بعدی من اصلا این وار اینجا تعریف نمی کنم بچه اوکی اینو اینجا تعریف نمی کنم اینا میز پاک کنم یه تا فانکشن نمیخوام من میرسم کنسول دات لاگ مثلا گریتر بعد میام خط پایینیش تازه تعریفش میکنم وار گریتر مساویس با هامت اجرا کنم اشونو برای من میزن undefined یعنی ارور نمیده این معادل چیه بچه ها معادل اینه معادله که همچین اتفاق افتاده باشه این معادل اینه اون چیزی که قبلی نمیشه بزن دو توش کنار هم بذارم بچه ها این معادل اینه بچه هیچ فرقی با این دوتا این دو تا با هم ندارن یه بار ایران کنه بچه ها دوتا اندیفان بله دومی میده حامد باشت. پس این معادل اینه البته نه دیگه حامد میده به خاطر اینکه این بالا تعریف شده اوکی. بچه پس این اینو در زنگ من اشتباه گفتم پس اگه شما کنسولاگ رو بنویسید بعد متغیر رو تعریف و کنید هیچ فرقی نمیکنه با اینکه شما متغیر رو قبلش تعریف کنید مقدار ندید و بعد تعریف کنید یعنی اگه من این اینو بردارم اینم رفرش بکنم باز میشه undefined چرا چون اینجا مقداری بهش ندادم این با این هیچ فرقی نداره این دوتا یکی هست کامل اکسان اوکی اما ایراد وارد چی بچه ها من یه کدی رو بی... کپی کنم دیگه وقت یه طولانی میشه من کپی میکنم اینجا میارم اینجا چه این اینو این کد رو در نظر بگیرید ها مقدار گریتر رو تعیین کردم اول بعد تایم هم تعریف کردم گفتم اگه تایم بزرگتر از بود مقدار گریتر رو عوض کن و بعد بعدش هم کنسول لاگ بگیر اینو ببینید بچا الان شو چی سی هلو این اگه شما بدونید که توی کدت که دارید می‌نویسید مقدار گریتر عوض میشه هیچ مشکل اشکال نداره هیچ اتفاق خاصی نمیفته اما یه مواقع فرض کنید شما جلوتر کد کد می نویسید دوباره از گریتر میخواید استفاده کنید نمیدونید که این سی هلو این عوض شده شده این یا از اول همین بوده نمیدونید این ایراد واره یعنی شما نمیدونید وار عوض شده شده این یا از اول همین بوده این ایراد واره اینجا بود که لتو کانست اومد بسد.